سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه دیک دیک دان. لقا پیمان هستم. در این برنامه یک چیز متفاوت تر از دیگر برنامه ها برای شما آماده می سازیم که کاچالوی روی تندوری، پیرکی روی تندوری و همچنان نان گرم و سرخ که در تندور پخته می شه برای شما آماده می سازیم. پس تا آخر برنامه ما رو بیننده باشید که ما چه قسم پخته می کنیم. عزیز، ما تندور رو آتش کردیم. حالا یک کمی صبر میکنیم تا تندور یک کمی سرخ شود و از اون نان میذاریم. بس تا آخر با هم بینیده باشید. الان خمیر رسیده. علی خاله جان اینا را زغاله کرده، ازش میپرسیم که خمیر چه قسم آماده میشه. خاله جان، خمیر چه قسم آماده میشه؟ سلام. خمیر آماده میشه، خمیر اول آرد میکشیم، غلبل میکنیم، باز خمیر توش میندازیم، باز آب گرم جور میکنیم، باز نیم ساعت مشت میزنیم، خمیر آماده میشه. باز یک ساعت دو ساعت دیگه میمانیم، خمیر میرسه. اینا رسیده، خمیر زغاله مون. خب بعضی که زغاله کردیم باز بعد تو چیکار زغاله کردیم؟ باز تندور چلمه میچینیم، تندور داغ مونم نیم ساعت تندور میسوزه، تندور داغ میشه، باز نشی نان میزنیم دیگه، نان پخته میکنیم. خاله جان امروز برای ما چی آماده میسازید؟ امروز برای تو بولانی تندوری آماده میکنم. بولانی تندوری و چیز نان تندوری. امروز دیگه مهمانی ما شوکی بولانی تندوری بخوری و نانی تندوری بخوری و خوشمزه هم بیاید دیگه. در خودی تندور که پخته کنید دیگه، تندور دیگه از گریبی ها مانده دیگه. قسمی که دیدید ما امروز بولانی تندوری پخته میکنیم، خیلی خوشمزه هم است و همچنان ما بار اولم است که بولانی تندوری میخورم و ای که چه قسم مزه میته و چه قسم پخته میشه. پس تا آخر برنامه ما را بیننده باشید. مطمئن هستم که خیلی خوشمزه میه. خاله جان، پیرکی را زیادتر مردم به خاطر چی پخته میکنه اینا را؟ خاطر که خوش داره، مزه میده، خوشمزه. دیگه در چای سوپ پخته میکنه، چای سوپ خانه سوپ کی بخوره را دیگه. از اینه کچالو دیگه سوای گاه تندور چیز کنی، کچالو قبقه داری تندور میزنه، قدنان چای سو بکه مخورن.
کچالو او جوش میکنه دروری نمیزید این در چاو جوش یا منه پیجی بزوره قد چای قد نانگرم مخوره مزه میده کشم. امروز به غیر از پیرکی و نان دیگه میخواید دوات چی بختن کنه تخم و مهمان تارسته؟ کچالو که در این تندور خوش دارید که در این تندورم خواه کده دی. ما یکم مهمانه چیم سفیده؟ خیره کسی کم مهمانه چیم سفیده است. خب کچالو رو هم در این تندور میزنیم امروز دیگه بختن کنه؟ کچالو میزن در این تندور رو هم پیدا مانای نان میزن که جای نان هم نگیره جای پیرکی هم نگیره. دوستای عزیز امروز ما از بر ما سه چی پخته میکنه خون نان و همچنان پیرکی و کچالوی روی تندوری که در کل میگه کلن ترفی است و همچنان خیلی خوشمزه میایه. پس ببینیم که چی آخر خالای ما برای ما چی آماده میکنه. خمیر آماده ساخت، بعد از خمیر ما رسید زغاله کرد و موادی که داخل خود پیرکی پر میکنیم گندنه هست و همچنان مرچ دیگه خود کچالو هست، نمک میندازیم داخلش مخلوط میکنیم تا آماده شود داخل پیرکی باز پر میکنیم. حالی هم پیرکی ما آماده است، آماده زیست که در روی تندور زده شوه و قسمی که میبینید عالی هم بریم طرف تندور که خاله جان ما برای ما در روی تندور اینا پیرکی ها رو بزنه. خسته نباشی چون که دو دم هست. در کدام مرحله رسیدیم؟ تندور دیگه سوخته خلاص شده، سرخ شده، نان دادن نان پخته کردن است دیگه. تندور رو فکر رو پاک میکنید با اینا؟ پاک میکنم باز اینا نان پخته میکنم. دوست عزیز تندور اول پاک میکنه بعد از نان برویش میذاره. میبینید حالی نان در روی خودی تندور میذاره، من میبینم که یاد بگیرم. خب خاله جان عالی هم شروع میکنید دیگه. بخیر عزیز، حالی هم فکرم یک طرفش نان زده و یک طرفش هم پیرکی رو میزنه. حالی هم من با خاله جان همکاری میکنم. نان در حال پخته شدنه، سه تاش هم پخته شده و همچنان پیرکی هایی که در روی تنور زدیم هم پخته میشه. اینجی خانم لالی تشریف آورده که خسر مادر من گفته بشه، پس بریم ابراشی گپ میزنیم. سلام خانم لالی، خوب هستید؟ بخیرید؟ سلام خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلام در کل برنده های عزیز و مهربان، سلام گرم داغ به کل برنده های عزیز دارم. تشکر. کجا هستید؟ هیچ نیستید؟ ما یک چند وقت در کابل یک نمایشگاه داشتم، کابل بودم، نو در بامیان یک دو روز میشه که بامیان آمدم. بخیر. دوستای عزیز فکر نکنید من از خسر مادر خبر ندارم، داشتم فقط گفتم یک کمی سوال کنم. اما تو نیست خسر مادر؟ بله. حالی هم آمادم که دوستا بلانی پختم، نم کچه همکاری کنم که اینجا یک بلانی خیلی در نظر خود نم قدیمی هم خوبشی با کچالونی بامیان که کلی دوستا خبر داره که بامیان جای کچالو است که کچالو ما امروز
دستا این شاگردا میخوای که کچالو پخته کنه باز ما هم اومدم قدازی هم کاری کنم که اینا یک ذره قدازی هم کاری کنم از پشت شما هم خیلی دیخ شده بودم ما هم دیخ شده بودم گرامی ما رو بینگره و ما هم سلام خورو با دمی بانه با تقدیم کنم تشکر از خانم لالی که در برنامه ما آمد و همچنان خوش شدم که خسر مادر خود دید و تشکر از شما، تشکر از تلویزیون شما، تشکر از دستکارهایی که در خارج با شما هم کاریم نه شما با مردم هم کاریم نه خبر شدم در این وقتا که خیلی مردم شما کمک دادین واقعا ما خیلی از صمیم قلب هم تشکریمونم از و هم او این مردم یاد کده خداوند همیشه وقت او را یاد کنه عزیز علی هم پالی خاله جان قرار داریم که در تندور چند تا پیرکی مانده و چند تا پیرکی کشیده شده خاله جان وضعیت در کجا رسیده؟ یک تا بلانی در تندور مانده دیگر نان زیاد کده نان زیاد مانده بلانی کشیده شده ولی خانم لالی چرمونه رویش را فکر نم آماده خوردن شده دیگه آماده خوردن شده دیگه و خیر خانه بارید دیگه بلانی نوشی جان کنید خاله جان فکر می‌کنم امروز زیاد اذیت نه اذیت نشدیم از می کار مشگی است دیگه نمی عزیز پرکی که کشیده شده خانم لالی در روش روغن میماله آلی هم بریم که چرا روغن میماله اگه بدون روغن بخوریم چی بشه خانم لالی چی آلی چی در روش چرا روغن مالید ما به خاطر کی مسکه یه مسکه به این خاطر روی ازیار کلاگین چی مسکه مالیدم داخل چی روغن زرد داره کچالو داره گندنه داره نه بیرون چی باز مسکه چی کردیم چرب کردیم که این جلادار بیه خوبشی بیه سی کو به بچک بلانیه خوب خوشمزه هم آمد خانم لالی اگه بدون روغن استفاده کنیم چی؟ باز کم نره قلود نیه بخاطر که مسکه هم اینجی چی شد اینجی کسا زیاد مسکه هم مردم خوش داره مسکه این مسکه هم مسکه بوز است که این مسکه بوز است یه ما داروی از ایمال نم که خوش جلام شد باز نرم مونه عزیز نان و پیرکی که گفته بودیم آماده شده و اینجا کاملا برای خوردن آماده شده دیگه کاچالی روی تندوری که گفته بودیم هم در روی تندور میزنه آلی هم از خاله جان تشکری میکنیم که امرای ما همکاری کرد و پیرکی و نان برای ما آماده ساخت خاله جان تشکر که با ما همکاری کردید تشکر از شما تشکر از برنامه شما که آدم غریب به یاد میکنید از این منطقه میاید تشکر زیاد از منو اول میگرید اینالی نان بلانی پخته شده اینال کچالو رو میزنم کچالو بخیر پخته میشه تشکر تشکر از شما که میمان از ما شده ما را یاد کردید تشکر زیاد Thank you.
دوستای عزیز، حالی هم آمدیم سر دسترخان و قسمی که دیدید ما پیرکی تندوری پخته کردیم که خیلی خوشمزه و همچنان بویش هم خیلی خوب است. دیگه نان تندوری که نان گرم و همچنان طعم خوب داره، در خودی تندور رو پخته کردیم، خودتان دیدید. و همچنان کچالوی روی تندوری که واقعا خیلی خوشمزه است، ما یک کمی پیش از شما خوردم، خیلی خوشمزه هم است. و حالی هم آمدیم سر دسترخان که نارا نوشی جان کنیم و جایتان خالی. دیگه شما هم میتونید با دوستان خود یا هر جایی که رفتید میتونید پخته کنید. شما طریقی پخته کردن چرا هم یاد گرفتید. حالی هم در کنار ما خاله جان قرار داره که ازش خیلی تشکری میکنیم که با ما برنامه رو پیش بردک و حالی هم گفته های خاله جان هم میشنویم. خاله جان تشکر از اینکه برنامه را با ما یک جا پیش بردید. تشکر از شما، تشکر از برنامه شما. باز بیایید، باز مهمانی ما شوید. تشکر که آمدید، تشکر در خانه غریبی ما لبیسوفششتید. تشکر زیاد، تشکر که آمدید. باز بیایید، باز مهمانی ما شوید. باز این خانه غریبی است، این یک نانی تندوری غریبی زم در خدمت شما هستم. زیاد تشکر از شما. باز شما را اذیت کرد. تشکر از شما. تشکر از شما. دوستای عزیز، در پهلوی ما خانم لالیم هست ولی هم میشنویم که چه گفتنی برای ما داره. خانم لالی، بازم سلام خدمتی بیرندگای عزیز، کسایی که ما رو ببینه سلام گرم و داغ دارم. خدا کنه که وجودی بی‌بلا داشته باشن و صحتمند باشن. ما سلام خود خدمت شما بینیم. قسمی که مینگرین که امروز آمدین، خوش آمدین خانه خاله جان، آمدین خوش آمدین که ما هم در پالوی شما آمدیم که اینجی خودم شما مینگرین که بهترین نانی تندوری پخته شده که از آرد وطنی است. دیگه پیرکی پخته شده که از کچالو که بامیان کلی دوستا خبر، اگه خبر نیازی برنامه خبر شده که بامیان که است مرکز کچالوی. دیگه کچالو زیاد، تولید کچالو زیاد است. دیگه ما امروز خاله جان خواسته که به شما پیرکی تندوری جور کنه، در پالیشی مغازی ما مصفش چیم بخورم. خوش آمدید. خب دوستای عزیز، حالی هم میخوریم که ببینیم چه قسم بزنیم. عزیزی هم بود برنامه ما که در این برنامه ما قسمی که دیدید خیلی غذای خوشمزه آماده کرده بودیم برای شما. و اگر بخواید باز هم همین قسم یک غذای خوشمزه برای شما آماده کنیم، شما هم میتونید چنل یوتیوب ما را سابسکرایب و همچنان لایک کنید، کومنت بدید تا ما بتونیم همین قسم برنامه های جذاب و همچنان دیدنی دیگه غذاهای محلی رو به شما به معرفی بگیریم. تا برنامه دیگه که باز هم من هستم در خدمتتان، خدا یارتان.